سلام مجدد به روی همچون ماه شما خانم ها آقایان عزیزان دلم سروران ارجمند خیلی خوش آمدین. متشکرم که ما رو تماشا میکنین. ساعت از 8:30 هم گذشت و ما باید به دو دو این برنامه رو تقدیم حضور شما بکنیم به جهت اینکه کاندکتورمون به هم نریزه و در خدمت عزیزان دل باشیم و در پایان هم و بهتر بگم در پایان همه برنامه های عصر و شام ما این باشه که عزیز دلمون مهندس قربانی و بزرگوار تشریف بیارن و گفتگوی مفصلی رو تقدیم حضور شما بکنیم. اما در این برنامه تاجرانه سعی، هدف و غایت کار ما این هست که بهترین ها برای عزیزان تاجر رقم بخوره. یعنی چی؟ یعنی اینکه وقتی عزیزان در این برنامه تشریف میارن محصولشون رو معرفی میکنن، شما چهره این بزرگواران رو به خاطر میسپرین، از فعالیتشون میشنوین، حوزه کارشون رو در نظر میگیرین و وقتی که در اطراف و اکنافتون متوجه یک بازار جذابی شدین و دیدین که به درد شما میخوره محصولشون رو انتخاب بکنین رو استفاده بکنین، یک بازارسازی به وجود بیارین، این یعنی نفع سود برای عزیز تاجر ما و شما مخاطب بزرگوار. بفرماییم عزیزان تاجرمون رو به شما معرفی بکنیم و برگردیم مفصل در خدمتشون خواهم بود. بفرمایید. تاجرانه مهمانان امشب آقای فرشاد دوبیسی متولد سال 52 از کرج، محصول شلنگ، مالک برند سپید پندار. خانم هانیه ارغند متولد سال 69 از ایلام، محصول قارچ، مالک برند ارغند. خانم افسانه باقری متولد سال 61 از رشت، محصول تجهیزات پزشکی، مالک برند زنیستب. خب خیلی خوش آمدین عزیزان بیننده، متشکرم که ما رو تماشاگر هستین. با صدای گرم استاد حیاتی عزیز تاجرای بزرگوار ما معرفی شدن خدمت شما. یه تصویر با سرکار خانم رحیمی کارگردان محترم به ما خواهند داد، متشکرم. و بانوان بزرگوار و آقای عزیز در خدمت شما هستیم، خیلی خوش اومدین. قربون شما برم و سلامت بشین. آقای دوبیسی درسته؟ سلامت بشین. یه سلام علیک با بیننده. سلام عرض می‌کنم خدمت همه رادیوها و در خدمتتون هستم. زنده باشین. شما محصولتون شلنگ و پلی‌اتیلن است. آها، چند وقت واردین قربان؟ میتونم بگم که 31 سال کارم همینه. بله. و یه رزومه 1000 کیلومتری شبکه گذاری آفا شهری و روستایی دارم. یه شرکت به ثبت رسوندم، شرکت سپید پندار مدیر عاملش هستم و رزومه کاریم همین شبکه‌های آبرسانی. خیلی هم خوب. بیشتر در مورد سرعت میتونم قربان. زنده باشی. سرکار خانم باقری و سرکار خانم عبد. خیلی خوش آمدید. خیلی خوش آمدید. هر کدوم از بزرگواران دوست داشتین سلام علیک داشته باشین با بیننده ما. سلامت باشین. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان آرادی عزیز و خدا قوت میگم به تیم رسانه، چون واقعا زحمتتون رو دیدم. سلام، همیشه تنتون سالم باشه. زنده باشین. سلامت خدا قوت به شما. زنده باشین. سرکار خانم باقری. من هم سلام میگم هم خدمت همکارانی که تشریف دارن اینجا و هم بینندگانی که تماشا میکنن ما رو. من هم خیلی خوشحالم که تونستم تو این جلسه شرکت کنم و هم در کنار عزیزان بزرگ باشم و هم در کنار شما. سلامت بشین. لطف شما از بزرگواری. خب از خانوما هم بپرسیم که اوضاع احوال و اینا. شما کی وارد کار شدید؟ من از سال 94 وارد آراج شدم به عنوان تاجر تجهیزات پزشکی و در حال حاضر مشغول به فعالیت در دو حوزه به صورت تخصصی رو دستگاه هایی که مخصوص بیماران تنفسی هست و در کنارش دستگاه های استریل که معروف هم به دستگاه های اوتوکلاف. خیلی هم عالی. انشالله یه گفتگوی کاملتر و جذابتر خواهیم داشت. سرکار خانم عبدن شما بفرمایید. من تو حوزه قاش دارم کار میکنم. حالا تقریبا 5-6 ماه با آراد آشنا شدم و این افتخاریه برا من، چون یه جورایی احساس میکنم مسیر زندگیم داره عوض میشه. چند ماه اول خیلی پیگیر بودم آموزش ها رو
پخش زنده ها رو میدیدم و به این ایمان رسیدم که آراد میتونه منو موفق کنه و تو بحث تجارت خیلی کمکم کنه. حالا اوایل قرار بود من تو حوزه کیک کلوچه خرمایی کار کنم، بعد که خودمون تو حوزه تولید قاش داریم کار میکنیم تو استان ایلام شهرستان خودمون، دیگه تصمیم گرفتیم با مشاوری که آقای دستوری هم به من دادن که بله. تو حوزه قاش کار کنم. خیلی هم عالی، انشالله موفق باشین. سلامتی شما. یه سوال میخواستم بپرسم یادم رفت، نمیدونم چی بود یادم رفت، حالا میپرسم انشالله. یه میکروفون هم بذاره آقای دویسی عزیز. قربون شما شرکت دارین، فرمودین یه رزومه جذابی هم برای ما ارائه کردین، چرا تجارت قربون؟ والا من سال 99 بر سر یه اتفاق با آراد آشنا شدم. بله. قبل از این به شیوه سنتی کار میکردم، کسی آنچنان منو نمیشناخت، یعنی کاری هم که انجام میدادم در حوزه استانی منوط میشد به فقط آفای شهری یا آفای روستایی. شما اهل کرج این دیگه درسته؟ بله، استان اهلواز هستم. بله. از اون سال به این ور تقریبا میتونم بگم که من 84 تا شاگرد تربیت کردم. در نیمه سال 1400 به لطف خانم حجتی که الان اینجا حضور دارن ازشون ممنونم، مشاوره ایشون و راهنماییشون کار رو گسترده کردم، بحث شیلنگ و پلی‌اتیلن در کنار هم انجام دادم. الان از اون دوستانی که در خدمتشون بودیم کار یاد گرفتن، تو هر منطقه کارآفرینی کردیم اومدن کار یاد گرفتن، تقریبا میتونم بگم نزدیک به 10 نفرشون تحصیلاتشون ادامه دادن. چقدر خوب. الان مشاور تأسیسات بعضی از این شرکت ها هستن و طرح دو و سه رو با آراد شروع کردم، طرح محتواسازی رو. من هرچی یاد گرفتم از سال 99 به این و بزرگ شدن کارم رو مدیون آراد هستم. خدا رو شکر. تا قبل از این حتی میتونم بگم اگه یه سیستم کامپیوتر تو خونم داشتم شاید باش بازی میکردم یا عکسای پروژه هامو داخلش میذاشتم. بیشتر از این بلد نبودم، یعنی حتی بلد نبودم یه فاکتور ساده رو بنویسم، طراحی کنم. اینا رو به لطف اساتید آراد یاد گرفتم، تو طراح شرکت کردم و الان هم خدمت مهندس سالیا هستم برای دوره سفیری. خیلی عالی، خدا قوت به شما، سلامت بشین انشالله. بیشتر گفتگو میکنیم و بیشتر از محصول شما میشنویم و هم در خصوص تخصص و تعهدی که در کارتون وجود داره بیشتر شنونده خواهیم بود و انشالله بیننده های عزیز هم بتونن با شما یه ارتباط جدی و مؤثر داشته باشن که یه پروژه جذاب و دلنشین و پرسود انشالله به اتفاق هم رقم بزنیم. سرکار خانم باقری، شما از سال 94 وارد آراد عزیز شد. ابتدا با همین محصول اومدین درسته؟ در ابتدا خیر، محصول تجهیزات مربوط به دستگاه‌های سنگین رو انتخاب بله. کردم، اما بعد با مشاور مهندس شبانی عزیز که گفتن این محصول مناسب تو نیست تغییرش دادم و رو تجهیزات پزشکی، چون خودم خیلی علاقه من بودم به این حوزه، فعالیتم رو ادامه دادم و کم کم دستگاه ها و اون محصولاتی که میتونستم تخصصی تر روشون کار کنم مشخص شد و در حال حاضر به عنوان در واقع تاجر دستگاه های اکسیژن سازی که در ایران ما به تازگی تونستیم یه مدل از بهترین هاش رو تولید داشته باشیم که قابل رقابت با مدل های امریکایی حتی هستن، در حال عرضه به بیماران تنفسی و بیماران قلبی هستیم و همچنین حالا امید بر این داریم که تو بحث صادراتی به خاطر اینکه تمامی مجوزهای لازم رو هم دارن این دستگاه‌ها انشالله که وارد بشیم انشالله. و میدونم با توجه به گفتگویی هم که داشتم با همکاران شما وضع اوضاع مالیش اینا هم خیلی خوبه، چون دستگاه گرونه درسته؟ بله، دستگاه دست دومش هم حتی گرونه، چه برسه تجهیزات پزشکی. کلا دستگاه ها، کلا کار در دستگاه ها، چه دستگاه های صنعتی چه دستگاه های پزشکی، دست دوم هم
جای کار داره و میتونه مهاش سود خوبی برای اون کسی که داره کار میکنه تو این زمینه داشته باشه. درست. حالا ما گفتم من دستگاه استریل رو هم کار میکنم در حوزه دستگاه های مربوط به بیماران. تا جایی که راه داشته باشه یه خورده دلسوزانه تر پیش میرم حالا خودم و تیمم که بتونیم هم دستگاهی رو که مناسب بیمار هستش و هم با قیمت مناسب تر بخوایم در اختیارشون قرار بدیم نسبت به رقبامون تو بازار. خیلی عالی. تو بین عزیزانی که پشت صحنه ما هستن الان دو نفر هم حوزه شما فکر کنم دوست شما هم هستن دارن کار میکنن، سرکار خانم مجلسی، سرکار خانم هاشمی که در مناظره در خدمتشون بودیم. نمیدونم حالا خیلی از عزیزان بزرگوار تو این دسته و رسته دارن کار میکنن یا خیر، در شبهای گذشته هم با عزیزان تاجر در خصوص همین تجهیزات پزشکی صحبت کردیم. اصلا سوال من صحبت من سر اینه دست زیاد نمیشه شما الان دارین در کنارتون؟ اتفاقا یه توضیح که ما همیشه همین دغدغه رو در آراد داشتیم. حالا دست که زیاد میشه تو بازار اون یه بخش ماجراست، ولی در آراد انقدر که این حوزه تجهیزات پزشکی گسترده است، انقدر دستگاه‌های مختلفیه و هر چقدر تخصصی تر کار بشه اون شخصی که داره کار میکنه در اون حوزه موفق‌تر خواهد بود. یعنی همین الان هم اگر دوستان تمایل داشته باشن تو این حوزه مشغول فعالیت بشن، ما دستگاه‌هایی رو می‌شناسیم که هیچکس دست روش نذاشته و تولیدات بسیار خوبی هستن که در ایران دارن انجام میشن و جا برای صادرات هم دارن و خیلی خوشحال میشیم گروهمون تعدادش بیشتر بشه. چرا؟ چون مثلا وقتی یه بیمارستانی قرار تجهیز بشه یا یه کلینیکی قرار تجهیز بشه به تعداد دستگاه‌های مختلف نیاز داره. منی که مثلا دارم توی یه دستگاه حالا بیمارستانی یا کلینیکال کار میکنم توانایی تامین چند تا دستگاه به صورت تخصصی دارم، بنابراین هر چقدر تعداد ما در گروه تجهیزات پزشکی افزایش پیدا کنه با محصولات مختلف‌تر میتونیم همدیگر ساپورت کنیم برای اینکه خیلی راحت یه مشتری که به صورت کلی نیاز به دستگاه و تجهیزات و از همه چه هتلینگ بیمارستان چه دستگاه‌های حالا مخصوص بیماران چه دستگاه‌های استریلی که در بیمارستان استفاده میشه چه لوازم مصرفی که استفاده میشه به خصوص لوازم مصرفی با اینکه شاید حاشیه سود کمی در ابتدا به چشم بیاد براشون ولی وقتی که توناژ میره بالا مقدار میره بالا مطمئنم برای کسی که داره کار میکنه بسیار سودآور خواهد بود. و ما حتی اسخای میکنم حتی هر کدام از محصولاتی که ما داریم کار میکنیم خودشون هر دستگاهی خودش لوازم مصرفی داره که چندین لوازم مصرفیه و خودش جای کار داره که شاید من اصلا دیگه وقت اون رو نکنم باشه چه خودم چه نیروهام دارم کار میکنم روی موضوع، اما باز جای کار برای همون محصولات در حاشیه محصولات خود ما هم هستش. بسیار عالی، جامع و کامل توضیح دادید. زنده باشید. سرکار خانم ارغندی، درسته ارغند یا ارغندی؟ ارغند. ارغند، خیلی عالی. شما در حوزه قارچ‌شناسی فعالیت میکنید. یه اتفاقی که ما چند سال پیش مثلا میتونم بگم دو سه سال پیش در قم داشتیم، هر جوونی رو که نگاه میکردیم میرفت زیر زمین خونش رو یه جوری درست میکرد و اینا پرورش قارچ بده. یه چیز عجیبی شده بود اون موقع، دیگه میگفتن چقدر حاشیه سود داره و فلان و فلان و فلان. میخوام بدونم که شما با توجه به سابقه و سابقه کاری که داشتین و فرمودین که ریشه در خانواده شما هم داشته ظاهرا، اومد این کار رو ایجاد کردیم، فکر اصلی و بیس اصلی این کار بر عهده کی بود؟ از اعضای خانواده من. بله. مشوق اصلیش من و خواهرم بودیم. بله. ما قبلا سابقه فعالیت حوزه کشت گیاهان دارویی و تولید عرقیات هم به صورت کارگاهی و خانگی رو داشتیم، تقریبا 4-5 سالی تو این حوزه کار کردیم. حالا بنا به این که بحث در واقع بازاریابی و فروشمون خیلی ضعیف بود تو اون حوزه نتونستیم موفق بشیم. بله. و بعد از اونم دیگه وارد کار قار شدیم. حالا خدا رو شکر حاشیه سودش هم خوبه و اینکه الان طبق اطلاعات جدیدی که من به خاطر بحث تجارتم به دست آوردم، ایران جز 6 تولید کننده برتر قارچ تو دنیا هستش و قارچ هم ارزش دارویی داره هم ارزش غذایی داره. بله. الان با توجه به این وضع اقتصادی هم که گوشت گرون شده
خوبه، قاش میتونه یه جایگزین خوبی باشه. و تو این زمینه افرادی که بخوان فعالیت کنن، حالا به صورت کارگاهی فعالیت کنن، هزینه زیادی برای کارگاهی خانگی نیست. سر همین افراد تقوم هر کدوم یه کارگاهی داشتن، یه زیرزمینی داشتن، رفتن تو کار پرورش قاش و جا برای کار خیلی زیاد داره، چون مصارف زیادی حتی تو بحث به هر حال صنایع مصرفیش، هم تو بحث دارویی، هم تو بحث خوراکی، رستوران ها، فست فودی ها، خیلی مصرفش زیاد هستش و میتونن تو این حوزه موفق باشن افراد. زنده باشین، درود بر شما. شما که حالا کسب و کار خودتون رو داشتین، چی شد حالا اومدین به فکر تجارت این کار افتادین؟ خب تجارت خیلی خیلی گسترده است و حالا ما این افتخار نصیبمون شد که تقریبا 5-6 ماه پیش آقای دستوریان به همراه یه تیم اومدن استان ایلام. بله. ما این یه لینکی پر کرده بودیم، ما رو مشاوره کردن و در واقع طبق اون مشاوره شون من به این درک رسیدم که آراد چقدر قدرتمنده و باز اون آموزش ها رو که دیدم، حالا رشته خودم هم اقتصاد هستش، کارشناسی ارشد اقتصاد رو دارم، همیشه تو فکر تجارت بودم ولی راهش رو بلد نبودم، که خدا رو شکر آراد پیدا شد و هرچی بیشتر آموزش ها رو میبینم، هرچی بیشتر با اساتید استاد تالیا و بقیه اساتید بزرگوار آشنا میشم، ارادم قوی تر میشه که بتونم این مسیر رو انشاءالله پرقدرت ادامه بدم. ببخشید من از خیلی از حرفا نمیتونم بگذرم، از این هم همچنین. شما فرمودید چند سال دانشگاه درس خوندی بابت اقتصاد؟ من 4 سال لیسانس و 3 سال هم ارشد. 6 سال. بله. تو این 6 سال خدا وکیلی. بله. خودم بچاله شیدم. کسی از اساتید، از خیلی از کسایی که بالاخره در حکم استادی دانشگاه شما بودن، آیا توصیه اکید میکردن به همه دانشجوها، به همه کسایی که داشتن فعالیت میکردن، درس میخوندن، وارد تجارت بشید؟ همچین چیزی داشتین؟ نه متأسفانه من هیچ جا نشنیدم اینو. حالا ما دیگه تموم شد، من به جوابم رسیدم. حالا اصلاً میگم سر همینم هم من دیگه تصمیم گرفتم که ادامه تحصیل ندم، با اینکه استادم خیلی پیگیر بود که بخون برای دکترا، ولی وقتی دیدم من تا ارشدش هنوز منبع درآمدی از این رشته‌ای که مثلا همه میگن اقتصاد یه رشته‌ای است که آدمی که میرن اقتصاد میخونن باید خیلی ثروتمند باشن، ولی واقعیت این نیست. واقعا ثروت رو در جای دیگه با تعریف متفاوت‌تر، جذاب‌تر، پرامیدتر، روشن‌تر، در واقع بهتر بگم در آراد تماشا کردین شما. بله. درسته؟ بله، خیلی نمانده. سپاسگزارم از شما. سلامت باشید. های دویسی عزیز و بزرگوار. شما فرمودین بیش از 80 تا 84 تا. ماشاءالله. میشه گفت الان دیگه بر خودشون استاد شدن یا نه؟ خیلی‌هاشون. ماشاءالله. به ما در حوزه آفای روستایی وقتی ورود میکردیم، خب وقتی آب شرب بهداشتی قرار بود وارد روستا بشه، به تب منازل هم باید لوله کشی میشد. جوانای مستعدی که داخل اون روستا بودن تمایل داشتن رو کار یادشون میدادن، تقریبا یه 2-3 ماهی زمان میبرد یا از اون روستا بخوایم بیرون بیایم کار یاد میگرفتن. به تب وقتی اینا مشغول کار میشدن، من جامعه هدف پیدا میکردم. قطعا وقتی به شهر خودم برمیگشتم، چون من تقریبا 6-7 استان رو ساپورت میکردم اون موقع، جوانتر بودم. آقا نفر می شما ماشاءالله همچنان جوان و جذاب. 50 سال یا ماشاءالله بازنشسته شدم. خدمتتون عرضم که دوستانی که کار یاد میگرفتن از اینجا به بعد، اونا هرچی نیاز داشتن و من براشون از کرج تهران تهیه میکردم و میفرستادم. بهتر دوستانی دوست داشتن که مثلا علم داشته باشن نسبت به آب، تجهیزاتش، آبرسانی و شبکه های انتقال آب. به چند تا دانشگاه تهران معرفی شدن، اومدن خودشون حتی نزدیک 10-12 نفرشون هم تو شرکت های بزرگ به عنوان مشاور تأسیسات الان دارن کار میکنن. بله. یکی دوتاشون فکر کنم به سن بازنشستگی رسیدن. درسته. خیلی صورت الان دارن کار. و من جسارت میکنم الان اینو میگم، و استادی که 84 تا شاگرد داشته، تربیتشون کرده در حوزه کاری، الان خیلی هاشون هم ادعای استادی دارن و به عینم میشه تماشاش کرد. شما میفرمایین که از سال 99 وقتی با آراد آشنا شدین، بیشترین در واقع دریافتی شما، بیشترین تفکری که داشتین در حوزه کاریتون و همه آیدش از آراد بود و از آموزش هایی که داشت. دقیقا کار من از اون سال کلید خورد که به صلاح
وارد آراد شدم. تا اون موقع میگم به شیوه سنتی به صورت پیش فاکتوری که میفرستادم یا همین دوستانی که کار یادشون داده بودم جنس میفروختم. بله. به تبع زمانی که کار با اینترنت رو یاد گرفتم، خودم سایت جداگانه اینو زدم، از دوستان تو آراد محتوا نویسی یاد گرفتم، نحوه نوشتن محتوا رو، ارتباطاتم زیادتر شد با شرکتایی که قطعا میتونم بگم باهاشون حتی در پیکنی و ساخت شرکتشون به صلاح دخالت داشتم. کم کم تر دوستی ریختم، بازاری رو درست کردم که الان جنس رو به صورت مستقیم از کارخونه به دست مشتری میرسونم. چقدر خوب. تو خیلی از استانها همین دوستان ما مغازه‌ای دارن یا نمایندگی من هستن. همینجا میتونم بگم کسانی که اگه تمایل دارن با من کار بکنن به صورت نمایندگی شما رو هست و راه های ارتباطی پیام رسانی هست، من در خدمت شما هستم. چون لولو اتصالات و شلنگ حتی در کشورهای حاشیه ما یه سود میانگین 30-20% رو داره ولی شناخته شده نیست. کشورهای دیگه این بازارها رو قبضه کردن، جا برای ایران خیلی هست ولی متاسفانه دوستان کار نمیکنن. متاسفانه. یه سوال دیگه هم از محضر شما بپرسم و این برای حسن ختام این گفتگوی بنده با شما باشه، این که اگر کسی بخواد سرمایه گذاری بکنه در کار شما امکانش وجود داره؟ بله، حتی در شبکه گذاری میتونم با من شریک بشن. رقمای بالایی داره یا نه؟ ببینید، کمترینش رو میتونم بگم امسال تو ایام عید رقم خورده 8 کیلومتر داخل شهرک سینمایی دفاع مقدس. بله. دو اتوبان قم تهران هست. درست. درست. تقریباً 10-15 روز پیش تموم شده. خیلی هم سود خوبی داره، هم یه کار عام است. خیلی هم متشکرم. سرکار خانم ارغند برنامه بگن در حوزه کاری شما آیا سرمایه گذاری وجود داره؟ اعطای نمایندگی دارین؟ عملیات فروش دارین؟ هر آنچه که هست رو الان به مخاطبان خودتون بفهم. من چون جدیدن محصولم رو عوض کردم و دارم تو بحث قارش وارد میشم، قطعا هر کی بخواد تو این زمینه سرمایه گذاری کنه میتونه با ما تماس بگیره، ما اطلاعاتی بهش بدیم، ولی خب هنوز فعلا خیلی حرفه‌ای نرفتم که استارت کارم رو بزنم و انشالله کسی هم مشاوره بخواد ما تو این زمینه میتونیم بهش کمک کنیم. خیلی عمالی. صحبتی نمون، نکته نمون. آقا یه نکته بگم، من از وقتی که با آراد آشنا شدم همیشه پدرم بهم میگفت که کوچیک جمع بزرگا باشی بهتر از اینکه بزرگ جمع کوچیکا باشی. حالا ما یه توزیع گیاهداری، یه کارآفرینی کوچیکی داشتیم، اونو رها کردیم اومدیم اینجا که انشالله کوچیکی آراد رو بکنیم چون اون بزرگی که ما رو بزرگ میکنه. سلامت باشین. انشالله دوستان موفق باشین. بزرگوار شما. سلامت باشین. و سرکار خانم باقری، شما صادرات هم داشتین دیگه، درسته؟ صادرات ما به صورت یک تعداد از دستگاه های اتوکلاف بود به صورت محدود به کشورهای مثل افغانستان و عراق و خدمتتون عرض کنم چندی پیش به باکو هم دستگاه فرستادیم. اولینش کجا بود؟ اولی افغانستان بود، دستگاه های اتیلن اکساید که در حیطه افرادی که تولیدی برای لوازم یک بار مصرف گان و شان و تجهیزات البسته بیمارستانی دارن باید از این دستگاه استفاده کنن برای استریلش و یه دستگاه، اولین دستگاه برای افغانستان رفت. درست. بین صادرات. خیلی عمالی. و سوالی که میخوام از خدمت شما بپرسم با توجه به اینکه شما خب نیرو دارین و کارمند و اینها هم دارین، الان چند نفر با شما کار میکنن؟ دو نفر مستقیم با من کار میکنم، غیر مستقیم هم دو نفر. خیلی جدا نفر. با توجه به این آیا کسی بخواد وارد بشه در حوزه کاری شما، آیا شما نمایندگی بهش میدین؟ این از این سرمایه گذاری چی؟ بله. ببینید، در خصوص دستگاه اکسیژن ساز و دستگاه تنفسی، چون جامعه ما به سمت پیر شدن داره میره و انقدر متاسفانه امراض مختلف حالا گریبانگیر هستش، این که بخواد مراقبت در منزل انجام بشه خیلی روتین داره میشه و یه سری دستگاه ها و تجهیزات لازمه این کار هستش. دستگاه تنفسی هم از جمله
این دستگاه هستن و خدمتتون عرض کنم بنابراین افرادی که میخوان به عنوان هوم کر این کار رو پیش ببرن، بخوان حالا یه شرکتی بگذارن تأسیس کنن، حالا تأسیس هم بخوان به صورت پرستار با حالا اجاره دستگاه ها یا خرید دستگاه ها، ما همراهشون هستیم، حتما کمک خواهیم کرد. از همینجا میگم چون من دستگاه اکسیژن ساز بسیار حساس هستم برای بیماران که از بهترین دستگاه استفاده بشه برای بیمار و بهترین راهنمایی بشه در خریدش، تمامی افرادی که حالا صحبت من رو میشنون اگه خدای ناکرده بیماری دارن، بیمار ریوی دارن، حتما با قیمت بسیار عالی من در خدمتشون هستم رو دستگاه های اکسیژن ساز و دستگاهی مثل بایپاپ و سیپاپ که بیمار تنفسی فقط اطلاع دارن از این قضیه. در مورد دستگاه اوتوکلاو و حالا استریل هم بله حتما با بیمارستان ها، با مراکز چه دولتی چه غیر دولتی کلینیکال ما حتما و افرادی که بتونن معرف باشن حتما سود قابل توجه براشون در نظر گرفته میشه. خیلی متشکرم. زنده باشید. متشکرم دعوتتون. آقا جون خیلی متشکرم. سلامت باشین. آقایون و خانومای حاضر در استودیو، چقدر لذت بردین از این شب نشینی و این گفتگوی تاجرانه. خیلی سپاسگزارم. الحمدلله خدا رو شکر یه برنامه جذاب و خوشگل تاجرانه دیگه هم تقدیم حضور شما شد. دست دادیم بچه از خواب پرید متاسفانه. خیلی از عزیزان با فرزندانشون اومدن در استودیوی ما، بسیار هم جذاب و خدا رو شکر. با همین انرژی که گرفتیم بریم یه بخش رو ببینیم. انشالله مهندس قربانی عزیز و دوست داشتنی و مدیر عامل محبوبمون تا دقایق دیگر روبروی دیدگاه زیبای شما خواهند ایستاد و خواهند با شما گفتگو کرد. بفرمایید.